بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، پلیس های زن سابق با تهدید و خطرهای دائمی مواجه هستند. این گزارش 26 صفحه‌ای تحت عنوان خیانت دوگانه به بررسی خشونت های سیستماتیک علیه این زنان می پردازند. این اقدامات از خشونت‌های دوره دولت پیشین تا تهدیدهای طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 می‌باشد. به گفته این سازمان، بسیاری از این زنان به دلیل ترس از شناسایی مخفی شدند و کشورهای غربی نیز نتوانستند امنیت یا پناهندگی لازم را برای آنها فراهم کنند. سازمان آیسسکو در 12th نشست کمیته میراث جهان اسلام که در شوشای آذربایجان برگزار شد، از ثبت 637 مکان تاریخی از سال 2019 تا کنون خبر داد. مدیر کل آیسسکو سالم بن محمد المالک به اهمیت حفاظت از این میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت که این سازمان به همکاری با کارشناسان کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. معاون وزیر فرهنگ آذربایجان نیز بر ضرورت حفظ میراث برای نسل‌های آینده تاکید کرد. شوشا در سال 2024 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی خواهد شد. سازمان یونسکو با اعلامیه رسمی ربات را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2026 انتخاب کرد. آدری آزولای، مدیر کل یونسکو، از این شهر به عنوان یک چهار راه فرهنگی یاد کرد که در نشر دانش و هنر نقش بسزایی دارد. این انتخاب فرصتی برای نمایش غنای میراث فرهنگی مغرب و تقویت گفتگوهای فرهنگی از طریق زبان کتاب است. مسجد جدید مصعب ابن عمیر با ظرفیت 300 نمازگزار در شهر مانسرای اسپانیا به بهره برداری رسید. این مسجد که در دو طبقه ساخته شده، شامل نمازخانه های مجزا برای مردان و زنان، کلاس های درسی و امکانات رفاهی است. مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان مسلمان و جمعی از نمازگزاران برگزار شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، روز جمعه با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این ملاقات در واتیکان انجام شد و دومین دیدار آنها پس از اجلاس گروه 7 در ایتالیا است. پاپ فرانسیس از زمان آغاز جنگ در اوکراین همواره این درگیری را محکوم کرده و در این حال جانب احتیاط را رعایت کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا قبرس را به دلیل بازگرداندن دو پناهجوی سوری بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها به لبنان محکوم کرد. این پناهجویان در سال 2016 به دلیل جنگ به لبنان گریختند و در سال 2020 برای پناهندگی به قبرس تلاش کردند. دادگاه قبرس را به نقض ماده های مختلف کنوانسیون حقوق بشر از جمله منع اخراج دست جمعی اتباع خارجی محکوم کرد. آکادمی نوبل در سال 2024 جایزه شیمی را به دیوید بیکر، دمیس هاسابیس و جان جامپر به خاطر تحقیقات برجسته‌شان در زمینه ساختار پروتئین‌ها اعطا کرد. نیمی از این جایزه به بیکر از دانشگاه واشنگتن به خاطر طراحی رایانشی پروتئین تعلق گرفت، در حالی که هاسابیس و جامپر، محققان دیپ مایند، به طور مشترک نیمی دیگر را برای پیشبینی ساختار پروتئین‌ها دریافت کردند. این جایزه معتبر علمی به مبلغ 1.1 میلیون دلار گام مهمی در پیشرفت علم زیست شناسی محسوب می شود. طبق گزارش یک نهاد جهانی فعال در حوزه حیات وحش، جمعیت گونه های وحشی از سال 1970 میلادی به میزان 73% کاهش یافته است. گفتنی است در مناطق با تنوع زیستی بالا مانند آمریکای لاتین و کارائیب این رقم به 95% نیز می رسد.
این بحران تنها به حیات وحش محدود نمی شود، بلکه بر اکوسیستم های حیاتی که حیات انسان ها به آن وابسته است نیز تأثیر منفی می گذارد.